فعالان مدنی بلخ و قندوز با گردهمایی و برافراشتن خیمه تحسن برای بیجا شدگان و آسیبیدگان قندوز در صحن آرامگاه حضرت علی حمایت و غم شریکیشان را اعلان کردند. این فعالان مدنی حملات اخیر طالبان را در شهر قندوز نکوهش کرده و حکومت وحدت ملی را به حکم کم توجهی در خصوص تامین امنیت کشور به ویژه قندوز متهم می کنند و از تاجران ملی و نهادهای کمک رسانی می خواهند تا در راستای کمک های اولیه و صحی برای آسیب دیدگان مردم قندوز بشتابند. مردم با کمبود مواد غذایی و آب به گونه بسیار شدید روبرو هستند و همونطور خدمات صحی سطحش بسیار پایین است در مقایسه با مصیبتی که پیش آمده و سطح مجروحین و بیماری هایی که در اونجا شیوع کرده. به این اساس ما گفتم میتونیم که داره یک فاجعه در قندوز جریان داره و اگر جلو ازی گرفته نشوه، دولت متوجه وضعیت نشوه، مؤسسات بین المللی امداد رسان متوجه ازی نشوه، این فاجعه با گذشت هر روز بزرگتر میشه. خیمه همدلی و حمایت از آسیب دیدگان ولایت قندوز را در صحن روضه مبارک برپا نموده و تلاش می‌نمایند تا با هماهنگی نهادهای دولتی ولایت بلخ و نهادهای بین المللی مستقر در این ولایت زمینه جمع‌آوری و انتقال کمک‌های اولیه مردمی را به مردم آسیب دیده ولایت قندوز فراهم نمایند. این در حال است که موجودیت بیش از یک هفته جنگ در قندوز سبب بلند رفتن بهای مواد غذایی در این ولایت شده که قیمت فی قرص نان به 70 افغانی بلند رفته و صدها خانواده را به ولایات همجوار بدخشان، تخار، کابل و به ویژه بلخ آواره ساخته است. خواست ما امی است که هر قدر زودتر که میتونن و هر قدر چیزی که میتونن به مردم قندوز، به داغ دیده مردم قندوز کمک کنن و به فریاد و دادشان برسن. در عموم در شهر قندوز شاید بسیار نانوایی‌های کم وجود داشته باشه که فعالیت داشته باشن. اگر نانوایی‌های هم کار میکنن، نان شاید به 50 بالاتر از 100 افغانی رسیده باشه و اکثر مردم به نان هم دسترسی ندارن، چون اصلا از خانه‌های خود بیرون برآمدن نمیتونن، اگر از خانه بیرون برای مورد هدف گلوله قرار میگیرن، امکان داره از هر طرف باشه و این سخت است و اونا در خانه‌های خودشان محبوس شدن. حتی آب آشامیدنی نیست. روز اول که طالبان آمدن برق قطع شد، آب قطع شد و تا امروز که زیادتر از 8 روز میشه همین حالت جریان داره و شهریای ما که در اوج بند ماندن با همین مشکل مواجه هستن. از نیاز هست که دولت توجه جدی داشته باشه، نهادهای امداد رسان کمک‌های عاجل خود را برای مردم برسانند. با آنکه بخش‌های از شهر قندوز حالا امن است، باشندگانش اما به دلیل تجربه‌های تلخی از دهشت و وحشت که با آن روبرو شده‌اند، ترجیح می‌دهند دور از خانه‌ها اما امن باشند. شیلا بهیر، تلویزیون جهانی میترا، مزار شریف.